روز به شما گرامیان دارکولی هستم و باز هم با شما با فلسفه اخلاق و نخت خدا گزاره که امروز در نظر گرفتم گرامیان عادت هست عادت به انگلیسی هبت گرامیان عادت چیست؟ عادت گرامیان قاعد مندی است که بر اثر تکرار به وجود آمده باشد ما در زندگیمون در کنش های رفتاری و در واقع روزمره من یک قاعده مندی هایی داریم که این قاعده مندی ها بخشیشون عادت هستن اینها در اثر تکرار در شخصیت ما و کنش های ما شکل گرفتن عادت توجیه منطقی و عقلی ندارد اینکه با خرد بتوانیم عادت را توضیح دهیم که بله این است و خرد پذیر است نه خیر عادت توضیح منطقی و عقلی ندارد و ممکن است خیر باشد ممکن است شر عادت ها را آموزش نمی دهند اما می شود عادت ها را به صورت خیر مستقیم آموخت ما بخشی از عادت که در رفتار داریم به صورت غیر مستقیم از دیگران گرفتیم برای نمونه همین مذهب و انجام رسومات و خرافات مذهبی اینها را مسلمان زادگان، مسیحی زادگان، مذهبی زادگان در خانه ها و از پدر و مادر گرفتند عادت هایی که از پدر و مادر به فرزن منتقل می شوند در اثر همزیستی خیلی راحت است فهم آسانی دارد این است که هر رفتاری پدر و مادر داشته باشند به کودک سرایت می کنند و همینطور نسل به نسل یک عادتی پیش می آید که بزرگتر که می شود در جمع و جامعه قرار می گیرد می شود سنت عادت ها فردی عمل می کنند اما سنت ها جمعی سنت ها را گروهی باور دارند و عمل می کنند عادت فردی است عادت ها در فرد و تک تک افراد هست اما وقتی بزرگتر می شوند و گسترش می آبند، همین عادت ها تبدیل به سنت های جمعی می شوند. باید بدانیم عادت ها می توانند سه دسته باشند که دو دسته عمده دارند عادت خیر و عادت شر عادت خیر عادتی است که منفعت داشته باشد سودمند باشد و ضرری برای شخص به بار نیاورد و حتی جامعه اما عادت شر عادتی است که ضرر دارد برای نمونه اعتیاد به مواد مخدر ضرر دارد همگان میدانند در میان این دو یک عادتی هست خونسا است عادت هایی هستن خونسا هستن هم میتوانن خیر باشن هم میتوانن شر باشن یا نه نشر نه شر برای نمونه کسی عادت داره ساعت دوازده شب حتما بخوابد به رخت خواب برود و بخوابد این نه خیر است نه شر اما اگر این شخص به استخدام ارتش درآید شر می شود چرا که شخل نظامیگری چنین است که شما نمیتوانی هر شب ساعت دوازده به وقت و دقیق همان ساعت بخوابی شب کاری دارد ممکن است شب بیداری داشته باشد کلا چنین کاری است جنگ شرایط دشوار دیگر کارهای دیگر که من نمیدانم شبانه است و سخت است و سنگین است و زمان در دست خود شخص نیست و چنین همین عادت خونسا در موقعیت های زمانی و مکانی گوناگون تغییر چهره میدهد. میتواند خیر بشود، میتواند شر بشود. عادت هایی اصلا خونسا هستند که ما داریم، همگان داریم. بنا... بنابراین گرامیان ما هر گونه زندگی میکنیم، هر روش و سبکی برای زندگی خودمان داریم و حتی فکر میکنیم که خیلی خوب هم هست، در آن زمان و در آن مکان مناسب است و خونساست نه خیر است نه شر یا شاید خیر اما در جای دیگر ممکن است شر بشود در زمانی دیگر ممکن است شر بشود مانند همین مذهب که شر شده است شاید یک زمانی عبادت کردن شر نبوده به این میزان شر نبوده همیشه شر بوده دعا کردن همیشه شر بوده این را بگویم گرامیان دعا کردن یک فعل پست غیر انسانی است بسیار بسیار زلیلانه و پست است حقیرانه است به باد هوا دعا میکنی درخواست میکنی درخواستت را خواهشت را آرزویت را ب... از باد هوا میخواهی در حالی که خودت زنده ای می و میتوانی بکوشی دعا کردن همیشه شر بوده چرا چون زندگی را از انسانها گرفته آزادی را از انسانها گرفته شرافت را از انسانها گرفته شی را از انسانها همین دعا, دعا کردن گرفت که در پی مذهب و خداباوری آمد و مذهب همیشه شر بوده عادت شری بوده اما شاید شاید بعضی از کنش های مذهبی یک زمانی شر نبودند اما برای امروز که اصر تکنولوژی و پیشرفت و گسترش اطلاعات هست شر هستند چرا که متناسب زمان امروز و مکان امروز نیستند گرامیان عادت خیری داریم که این عادت در هر نقطه جغرافیایی و زمانی از دنیا خیر هستند ببینید چقدر زیباست ذاتا خیر هستند برای نمونه گرامیان دوست داشتن دیگران می تواند یک عادت باشد که عادت خیری است برای نمونه کمک کردن به افراد دیگر ذاتاً افرادی هستند که خوشا به حالشان دوست دارند به همه کمک کنند. این یک عادت خیر است در امروز سال 2021 خیر است به جرأت میگویم هزار سال دیگر هم خیر است لبخند زدن خوشرو بودن با محبت حرف زدن با مهربانی حرف زدن یک عادت خیر است که ذاتا خیر است و هیچگاه شر نمی شود همیشه خیر است در هر عصر و زمانی و مکانی خیر است پسندیده است عادت های خیری داریم که از هزاران سال پیش به ما رسیدند و ما هم انها را با کمال میل انجام میدهیم و دوست داریم آیندگان هم انجام بدهند همین عشق ورزی، محبت، کمک به دیگران، حمدلی، مهربانی اینها عادت هستند چرا چون تکرار میشوند و در ما هستند هیچ وقت دلیلی برای عشق نمیگردی پیدا کنی یا کمک به کسی دیگر دلایلی هم به همراهش اگر بیاید بیاید اما استارتش یک عادت است برای بعضی افراد برای بعضی نه میاندیشند که آیا به این پول بدهم یا ندهم اگر بدهم با این پول چه میکنند تا وقتی که پول را مصرف میکند هم در اندیشه خود پیش می رود می اندیشد می اندیشد که این پول را می گیرد چه کار می کند کجا صرف می کند تا آخر وقتی که پول در دست آن شخص خرج می شود به صورت خیالی هم این فکر می کند تا به نتیجه گیری برسد که آیا به او پول بدهد یا نه این چنین افرادی هم هستند اما افرادی هستند که عادت دارند به بخشندگی و عادت خیلی نیکی است بسیار بسیار عادت نیکی است عادت های بسیاری داریم گرامیان که خیر هستند برای نمونه عادت راهنمایی دیگران افرادی را داریم که واقعا دوست دارند به دیگران راهنمایی بدهند اینها انسان های نیکی هستند که عادت نیکی دارند عادت های نیک بسیار زیادی داریم برای نمونه کتابخانی یک عادت است برای بعضی افراد کتابخانی یک عادت است عادت نیکی است و همیشه فایده مند بوده و هست گرامیان اندازگیری عادت های خیر چطور است چقدر خیر است چقدر خیر نیست یا به چه میزان خیر است دانستنش لازم است ببینید خیر بودن عادت به زمانی است که فایده میدهند. هر مقدار زمان بیشتر فایده بدهند آن عادت خیرتر هستند برای نمونه کتابخانی را عرض کنم گرامیان شما اگر ده سال کتاب بخوانید به جرات میگویم گویم بقیه عمرتان را یک شخص آگاه هستید در یک حوزه هایی نمیگویم همه چیز و از آن استفاده می کنید یک عمر فایده میبرید با ده سال کوشش کتابخانی پس کتابخانی یک عادت بسیار سودمند و خیر است خیر بزرگی دارد بخشندگی هم همینطور مثلی داری میگویند به من ماهی ندسیرم کن به من ماهی گیری بیاموز شما به یکی شخصی که گرسنه است ماهی کباب کنی به او ماهی بدهی بخورد عادت خیری است اگر عادت بخشندگی دارید این یک فعل خیر است اما اگر به او ماهی گیری بیاموزی خیرتر است چرا که فایده زمانی درازتری به او برای او دارد یعنی فایده مندیش زمان طولانی تری دارد یک بار ماهیگیری را میآموزد و در تمام عمرش از آن استفاده می کند این یک فعل بسیار خیر است حال این که به کجای عادت ها برمیگردد به جایی که بعضی از عادت ها هستند آموزشی و برای نمونه همین راهنمایی کردن دیگران چنین چیزی است کسی هست عادت تدریس کردن دارد دوست دارد تدریس کند عادت شده برای او بازنشست هم که می شود باز می رود دانشگاه و درخواست می کند که می خواهد باز تدریس کند عادت کرده و این یک عادت خیر است خیلی خیر است بزرگ است عادت های خونسا که جای خودشان را دارند و خونسا هستند گیریشان هم متناسب با زمان و مکان است و چون خونسا هستند خونسا هم هستند آنها را خونسا میگذاریم تا زمانی که در واقع بهرهمندیشان در همان لحظه ای که به فعلیت رسند دیده بشود چرا که می دانیم در جای دیگر ممکن است شر بشوند و خیر بشوند بنابراین اندازه گیری نمی آنها را اما عادت شر چطور اندازه گیری می شود؟ های شر هم از همین قاعده عادت های خیر تبعیت می کنند برای اندازه گیری هر عادتی که شر بودنش مدت زمان طولانی تری داشته باشد شر, شر بزرگی است شرتر است اما عادتی که زمان شر بودنش کوتاه باشد عادت شری هست اما کمتر شر است میدانید حال اینها را گفتم که به این برسم گرامیان عادت خدا باوری را نگاه کنید که چقدر شر است از چند هزار سال پیش تا کنون عادت شده به این باور دارند که یک کسی هست همه چیز و همه کس و همه فعل های آنها را نظاره می کنند. این یک عادت است و به او پناه میبرند این یک عادت است ببینید چقدر شر است عمر میلیون ها انسان را به سرانجام و پایان رساند این عادت ترک نمی شود از بین نمی رود و شر بودنش تمام نمی شود یک بذر نادانی پاشیده شد به نام خدا باوری و مذهب و دین و نگاه کنید که چقدر شر بودنش به درازا کشید نجات نمیابیم از آن خداباوری گرامیان یک عادت است تکرارش بیانش پناه به او بردن توکل به او کردن ترس از او اینها همه یک عادت است که نسل به نسل به ما رسیده و هیچ منطق و دلیلی به همراه ندارد آموختنی هم نیست بسیاری افراد آموختنی نیست مستقیم عرض می کنم ولی غیر مستقیم به ما آموزش داده شدند همونطور که عرض کردم عادت ها وقتی آموزش داده می شوند که به صورت خیر مستقیم آموزش داده می شوند و مذهب خدا باوری اینها خیر مستقیم به ما آموزش داده شدند و همینطور نسل به نصف انتقال پیدا کردند از عادت بودن فردی فراتر رفتند و سنت شدند اجتماعی شدند اما اگر اجتماعی بودنش را که یک ای مذهبی هست، مسلمان هست، مسیحی هست، یهودی هست را از دور که نگاه می کنیم آن را کنار بگذاریم به تک تک افراد برگردیم می بینیم که در وجود تک تک آنها عادت خداباوری و مذهب هست و همین عادتهای یک نفر یک نفر یک نفر بزرگ که می شود، بیشتر که می شود جمعیت که می شود، از دور می بینیم می شود یک جامعه مذهبی بنابراین از یک کشیش یا خاخام و یک ملای مسلمان نخواهید دلیل بیاورد برای شما عادت کرده به خدا ایمان دارد و به دینش باور دارد برای شما دلیلهایی که میآورند سفسطه است مقلته است چرا که دلیلی ندارن عادت است اگر همان آیت اللهی که مسلمان است در اسرائیل به دنیا می آمد یهودی می شد با کدام اندیشه و خرد رفت مسلمان شد می توانید اینها را بپرسید با کدام خرد رفت مسلمان شد یا نه از پدرش به ارث برد پدر مسلمان بود او هم مسلمان شد که چنین است از یک یه خواخامه یهودی بپرسید چطور شد یهودی شدی نمیتواند دروغ بگوید که میدانیم پدرش یهودی بوده است اگر پدرش مسلمان بود او هم مسلمان میشد در همان اسرائیل و فلسطین که در تنگ هم هستند مگر نداریم مسلمان هستند یهودی هم هستند آنهایی که پدرشان مسلمان بوده مسلمانند همین امروزم آنهایی که یهودی بودن پدر و مادرشان یهودی هن. همین امروز هم در حالی که توی یه خیابان زندگی میکنن توی یک فرهنگ چند هزار سال است عادت است مذهب عادت است هیچ دلیل و منطقی به همراه ندارد عادت است که وقتی بزرگ و بزرگتر می شود با غیرت و تعصب کورکورانه همراه می شود تعصب ملی تعصب خانوادگی تعصب قومی تعصب زبانی با آن افزوده می شود می شود یک دژ محکم برای این عادت که این عادت بماند بنابراین گرامیان مذهبی بودن خدا باور بودن هیچ گونه ارزشی نیست در جمع ارزش ها قرار نمی گیرد و ضد ارزش است چرا چون یک عادتی هست و این عادت نمیتواند ارزش باشد به این سبب که مخرب است و دلایل دیگری که همگان میدانند مزر است اما مهمترین دلیلش این است که با منطق و عقل همراه نیست خرد آن را نمیپذیرد برای همین با تاکید میگوییم خداباوری یک عادت است و مردم را گرفتار کرده اعتیاد به خداباوری دارند معتاد خدا شدند همین خدایی که میگویند که من فقط به عنوان یک نام از آن استفاده میکنم نه اینکه چنین باوری داشته باشم که همچین چیزی باشد نخیر برای همین پیشنهاد میکنم بگوییم خدا نام نگوییم خدا خدا نام برای ما یک نام است فقط چرا که دیدم بعضی انسان ها و افراد کوته فکر به خدا ناباوران میگویند اگر خدایی نیست شما چرا وقت میگذارید درباره آن صحبت میکنید پاسخشان خیلی کودکانه و ساده است این است که گرامیان برای ما آن خدایی که شما باور دارید فقط یک نام است و نامی است که واقعیت وجود دارد این نام وجود دارد یک نام به نام خدا در جامعه و زبان مردم وجود دارد بسیار هم به کار می رود برای ما فقط یک نام است ولی برای شما یک خداست که شما را ساخته است و آفریدگار است و خالق نخیر برای ما آنطور که شما میگویید نیست برای ما فقط یک نام است که از زبان شما شنیده ایم شما تکرار میکنید شما بیان میکنید و ما آسیب شناسی میکنیم که این نامی که اینها به او باور دارند به آن باور دارند چیست دروغ است یا راست است آسیب شناسی کرده ایم و رسیده ایم به اینکه دروغ است چنین چیزی نیست فقط یک نام است خدا نام یا پیامبر بودن را ما به اینکه کسی پیامبر کسی باشد یا نامه ای از جایی آورده باشد پیغامی آورده باشد که باور نداریم وقتی به کار میبریم پیامبر یک نام است برای ما برای همین من میگویم پیامبر نام امام نام خدا نام باری گرامیان خدا باوری یک نام یک عادت است این نام خدا که گسترش پیدا کرده و با آن باور پیدا کردن برای افرادی هم که باور پیدا کردن فقط یک نام بوده ولی تبدیل به باور شده برای همگان نام بوده نه فقط برای ما کودکی که از نوزادی در گوش او خدا خوانده می شود یک نام بوده اون که چه چه میداند این نام یعنی چه و چه مفهومی دارد این که نمیداند فقط یک نام بوده و همینطور این نام که در واقع فقط در ارزش و اعتبار یک نام موجود است در کلام مردم و زبان مردم به کار می رود و هست این نام اما با دروغ هایی که در پی مذهب آمد این نام را گسترده کردند و بزرگ کردند و وهمی از او ساختند که آفریدگار است و خالق است و چنین و چنان بنابراین گرامیان خداباوری یک عادت است که این عادت با هیچ خرد و منطقی همراه نیست در اثر تکرار در جامعه به وجود آمده در فرد به وجود آمده و به صورت خیلی مستقیم به فرزندان آموزش داده شده تا همینطور نسل به نسل خدا باور شدند و راه نجات از این باور و این عادت غلط که عادت شری هم هست بزرگترین عادت شری هست که من میشناسم راه نجات از آن درنگ است درنگ و خرد درنگ خردمندانه شمایی که مذهبی هستی و باور دارید لحظه ای بیست درنگ کن لحظه ای بیست و از خود پرسش کن که شاید دروغ هست چه خواندم و به من گفتم درنگ کن نه که قطاری پیش بروی و مجال آموختن به خود ندهی مجال بیدار شدن به خود ندهی کسی هم بخواهد بیدارت کند خودت را به خواب بزنی درنگ کن کمی بیندیش کمی شک کن به جرأت میگویم درنگ کن کمی شک کن و در پی آن اندیشه کن کمی تحقیق کن به آسانی آب خوردن از این عادت شر نجات پیدا می کنی بیرون می آیی. آن وقت می فهمی که تعم زیبای و خوش استقلال فکری چیست آزادی چیست آزادی فکری آزادی در عمل و بیان را هر کسی ندارد اما آزادی فکری را می توانی داشته باشی شمایی که خدا باور و مذهبی هستید فکرتان زنجیر شده و آزاد نیست اما وقتی از این خرافات و دروغ ها رها شوید بیرون بیایید و خرد کنید اندیشه کنید این عادت شر را کنار بگذارید آن وقت میفهمید که آزادی فکر چقدر دلنشین است تجربهش می کنید آزادی اندیشه آزاد باشید در خیال کردن و اندیشه کردن و سنجش شما ای که خدا باور هستید آزادی ندارید درباره فکر و پژوهش و تحصیل و آموختن و سنجش نظری بدهید بیندیشید تصوری داشته باشید آزادی آن را ندارید بنابراین گرامیان خدا باوری و در پی آن مذاهب عادت هستند اینها عادت شری هم هستند که شر بودنشان بسیار, بسیار 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 بزرگ و زیاد است و به درازا کشیده است امیدوارم روزی برسد که آگاهی گسترش یابد و این عادت شر را مردم راستی کنار بگذارند آرزو می کنم با این آرزو شما گرامیان را به درود میگم تا درودی دیگر